خب تو این فیلم من میخوام راجع به ابعاد اندازه تصاویر برای پلات گرفتن صحبت بکنم، اینکه رزولوشن ها باید به چه صورتی باشه. فرض کنید من میخوام یک سندی رو باز کنم یا یک فایلی رو باز بکنم، میبینیم که حالت های پیش‌فرضی داره، مثلا به عنوان مثال کاغذ A4 یا B و سری C، که حالا در خصوص اینو ما نمیخوایم کار بکنیم، با فرض رو بر این میذاریم که به صورت کاستم میخوایم خودمون بر اساس سانتی متر بگیم فرضاً شیت ما 100 سانت در 70 سانت باشه، یه شیت 100 در 70. رزولوشن ما 300 میذاریم. رزولوشن 300 تقریبا میشه گفت یک رزولوشن استاندارد و خوب برای چاپه، هرچند شما میتونید کمتر هم قرار بدید و بیشتر هم قرار بدید، اما پلاترهایی که توی ایران موجوده همشون تقریبا میشه گفت تا 300 هستن و بالاتر رو چاپ نمی کنن و اگر اصلا خیلی کمه و خب هزینه‌اش هم زیاده و اصلا احتیاجی هم نمیشه، همین 300 جوابگوی همه این بیلبوردهای تبلیغاتی کوچه خیابون که میبینید هست. البته اینم من بگم اگه 72 بذارید مناسب برای برای حالا تلویزیون یا مانیتور هست و راجع به این جلوتر من توضیح میدم که برای تصاویر چه ابعاد اندازه و رزولوشنی بذارید که میخواهید توی مانیتور ببینید و برای چاپ رو چه حالتی بذارید. برای چاپ ما همیشه 300 رو انتخاب میکنیم یا 240. 240 هم قابل قبول هست و میتونید ازش استفاده بکنید، ولی دیگه 300 تقریبا میشه گفت کار رو تمام کنه و خیلی خوبه. بسیار خوب، البته از مود CMYK ما همیشه استفاده میکنیم برای پلات، نه RGB. اگر بخواید عکسی رو برای مانیتور داشته باشید از مود RGB استفاده میکنیم، ولی اگر بخواییم برای چاپ داشته باشیم از CMYK استفاده میکنیم. پس همیشه برای شیت بندی ابعاد و اندازه رو وارد میکنیم بر اساس حالا سانتیمتر سیزی که خودتون بخواد و رزولوشن رو 300 میذاریم، کالر مود رو هم روی CMYK میذاریم. حالا میتونیم بک‌گراندش هم بگیم سفید باشه یا هر رنگی که دلمون میخواد بذاریم باشه یا ترانسپرنت باشه، اون مهم نیستش، میتونیم بعدا تغییر بدیم. پس من این فایل رو باز میکنم. دقت بکنید 0 سانتیمتر تا 100 سانتی متر و اینجا هم 0 تا سانتی متر 70. پس دقیقاً این عکس من 1 متر در 70 سانتی. من برای اینکه متوجه بشیم منظورم رو، میام یک نیو ایجاد میکنم و از سایز های مثلا TV، مثل همین ویدیویی که الان من دارم کپچر میگیرم و ضبط میکنم، مثلا HD رو انتخاب میکنم. HD دو حالت داریم، یکی 720 که 12 در 720، یکم 1920 در 1080. حالا من 1280 در 720 رو با رنگ مشکی که متضاد باشه و دیده بشه اوکی میکنم. خب ببینید همچین عکسی ایجاد شد، من این وارد این شیت 1 متر در 70 سانتی میکنم. خب ببینید چقدر سایز کوچیکی هست، چون این الان سایز مانیتور هست و مخصوص حالا فیلم ها و ویدیو ها هست و نه پلات. یعنی شما اگر من بیام اینجا توی 3D Max برم، بذارید یک نمونه دیگه هم بذارم، مثلا ویدیو و این دفعه 1920 در 1080 و اوکی میکنم. این رو من میتونم مشکیش بکنم که این رو هم بیارم اینجا ببینیم سایز بزرگتر HD است. بنابراین این سایز های HD مناسب برای مونیتور هستن نه برای پلات و این بحثا. اگه من توی 3D Max که لود شده برم سایز رو بزنم و توی فریم بافر برم، من میتونم بگم که از Max انتخاب نکن سایز رو و بیا اینجا خودت انتخاب کن، مثلا HD 720. اینا استاندارد های تصاویر هستن. پس 1280 در 720 طول و عرض هست و یا HD 1080 که میشه 1920 در 1080، هیچ فرقی نمیکنه. اگر من الان اینو رنر بگیرم و بیام سیوش بکنم توی مثلا دسکتاپ به عنوان حالا 1080، حالا JPEG رو انتخاب میکنم، اوکی. خیلی خب، پس این تصویر رو اگر من میام وارد فتوشاپ بکنم و بکشمش بیارمش داخل تصویر بنازم، میبینیم دقیقاً همین عکسی هستش که اینجاست. پس این استانداردها و این ابعاد اندازه ثابت هستن و همه جا به یک صورت عمل میکنن. اما
ما چیکار بکنیم که توی مکس رندری که میگیریم اون سایزش، یعنی این سایز متناسب با اون چیزی باشه که ما توی شیت بندی مد نظرمونه و نیاز نباشه دیگه من اینو بزرگ بکنم اینجا شیتم مثلا قرار بدم، چون این باعث میشه کیفیت از بین بره. پس از سایزهای ویدیو و تصویر مخصوص مانیتور و تلویزیون ما استفاده نمی‌کنیم. چجوری میایم کار میکنیم؟ فرض ما الان میدونیم اینجا 50 سانت تا اینجا که 100 سانت، این فاصله کلا میشه 50 سانت و این 50 تا صفر هم 50 سانت. مثلا من این محدوده مد نظرمه، نه کامل، بنابراین میام یک عکسی رو با سایز حالا کاستوم میذارم، بر اساس سانتی متر انتخاب میکنم. دوست دارم تصویر من که رزولوشنش هم باید 300 باشه، این بایدی که میگم باید شوده نه باید ماست، یعنی بهتره که اینطور باشه نه اجبارن، اگه نشه دیگه میری جهنم یا هر چیزی دیگه. اوکی، پس اینو متوجه بشی، شما میتونید رزولوشن پایینترم بگیرید ولی کیفیت میاد پایینتر. خب پس ابعادی که من میخوام 67 سانت نمیخوام در 38 سانت. مثلا من دوست دارم اون رندر من توی شیت من 25 سانت در مثلا 12.5 سانت رو داشته باشه، یا مثلا 30 سانت در 15 سانت. این دست خود ما هست که دوست داریم چه اندازه از شیتمون رو بگیره. بنابراین من میام اینجا اوکی میکنم و این تصویر رو من دارم. الان دقت بکنید، سانتی متر 0 تا سانتی متر 30 و اینجا هم سانتی متر 0 تا 15 که این وسط میشه. من این رو به رنگ مشکی در میارم و وارد شیت اصلی میکنم. خب ببینید دقیقا اون چیزی که میخواستم شد. اوکی، پس من بستگی داره به خود من که بخوام چجور چینش بکنم، ابعادها به چه صورت باشه. ابعادی که مد نظرم هست روی شیت من در بیاد رو مشخص میکنم، مثل اینجا که اینو وارد کردم اینجا. این اگر فرضاً برای من مناسب هست که اوکی، میام اینجا میبینم ایمیج سایز رو میگیرم. خب ببینید داره میگه 30 سانتی متر در 15 سانتی متر. این بخش بچه‌ها بخشی هستش که مربوط به چاپه، ابعاد و اندازه ها رو برای چاپ مشخص میکنه و کیفیت رو برای چاپ مشخص میکنه. این بخش بخشی هستش که مربوط به ابعاد و اندازه ها برای مانیتوره، یعنی سایز عکس رو برای دیدن توی مانیتور یا تیوی مشخص میکنه. اوکی، بنابراین اگر مثلا من بیام اینجا رزولوشن رو کم یا زیاد بکنم، میبینیم سایز چاپ منم داره تغییر میکنه. ولی اگر این تیک رو من بزنم، ریسمپل بکنم و رزولوشن رو کم و زیاد بکنم، میبینیم که سایز تصویر برای نمایش توی مانیتور و تیوی داره تغییر میکنه. بنابراین عکس ها رو اگر میخواهید کوچیک یا بزرگ بکنید، همیشه از طریق رزولوشن این کار رو بکنید و ببینید هدفتون چیه. میخواهید اون عکس توی مانیتور بزرگ دیده بشه یا کوچیک دیده بشه، یا توی چاپ بزرگ بشه یا کوچیک بشه. به هر حال من این علمو مجدد برمیگردونم به همون 300 که هست. خب یه بار دیگه من اینو برمیگردم که ببینید به چه صورت بود. به صورت دیفالت ایمیج سایز رو من میزنم. خب کاملا اینجا گویا هستش. اگر من بخوام عکسی رو داشته باشم که توی شیتم با بهترین کیفیت پلات بشه و ابعاد اون 30 سانت در 15 سانت باشه، میبایست رندر من این سایز رو داشته باشه، یعنی 3543 در 1772. حالا اگر من میخوام مثلا یک عکسی رو فرض کنید 20 سانت در 10 سانت باشه، که البته میتونید اینجا قفل رو بردارید و ابعاد دستی انتخاب بکنید، مثلا 23 بذارید، 22 بذارید، هر عدد دیگه که طول عرض با هم عوض نشه این قفل، ولی بهتره که بذارید باشه که به یک نسبت تصاویر بزرگ و کوچیک بشه، بیش از حد از لحاظ افقی یا عمودی بزرگ نشه. به هر حال شما میتونید انتخاب بکنید مثلا 20 سانت باشه، فرضاً در 300 ابعاد اندازه رو بهتون میده و مشخص میشه. اوکی، بنابراین شما باید اول مشخص کنید ابعاد کلی شیتتون چقدره، بعد مشخص کنید رندری که میخواهید بگیرید چند سانت در چند سانت باشه، فرضاً این 30 سانت در 15 سانت رو من مثال زدم، شما هر چی رو که خودتون میخواهید. بعد میایید توی ایمیج سایز مشخص میکنید که ابعاد من برای رندر باید 3543، این به صورت کاستوم میشه، 35
43 در 1772 باشه. 1772 باشه. اوکی، یعنی الان اگه من رندر بگیرم میبینیم که همین صفحه خالی چقدر داره زمان رندر رو طولانی میکنه. وای بالا این که خب بخواد صحنه هم سنگین هم باشه. به هر حال هر موقع شما سایزتون رو بزرگ میکنید زمان رندرتون هم به تبع طولانی تر میشه، چون ابعاد بزرگتر و تعداد پیکسل ها بیشتر و محاسبات سنگین تره. اگر بخواید بهترین کیفیت رو داشته باشید برای پلات، باید این پنالتی رو بپردازید، این هزینه رو بپردازید و بهترین کیفیت رو بگیرید. به عنوان مثال حالا من اینجا رو فرضاً فاینال میزنم اسمش رو، و فرمت PNG که یک فرمت خیلی خوبی هست رو سیو میکنم. و البته تیف هم میشه سیو کرد، حتی اگه برای تیف داشته باشیم، مگه اینجا با فرمت بگم مثلا اسمشو بزنم تیف و بخوام با فرمت تیف سیو بکنم، اینجا شما میبینید که اون DPI، البته DPI به معنی دات پر اینچه، مخفف اینه، یعنی نقطه در اینچه، چون تصاویر بر اساس اینچ محاسبه میشه. ببین این همون رزولوشن هستش. البته موقع چاپ بهش میگن PPI، یعنی پیکسل بر اینچ. مهم نیستش حالا یا DPI یا PPI توی مانیتور باشه یا توی چاپ باشه. به هر حال بدونید این 300 اندازه خیلی خوبی هستش برای اینکه شما سیو بگید. من اوکی میکنم. حالا بیام دسکتاپ، میبینیم این فاینال اومد. فاینال رو من میکشم میارم اینجا و اینجا قرار میدم. بذارید اینو من ببندم یک بار دیگه. حالا این فاینال رو وارد شیت اصلی میکنم. ببینید دقیقا همون عکسه. یعنی اگر من رندری بگیرم که ابعادش 3543 در 1772 باشه، این یک مثال ها، نه که حتما این عدد رو باید بزنید، قطعا من میتونم موقع چاپم این ابعاد از شیتم رو با بهترین کیفیت بپوشونم. حالا شما میتونید بیاید اینجا این رو دو برابر بکنید سایز رو، ولی خب کیفیت هم به نصف کاهش پیدا میکنه. یعنی اگر شما تایم ندارید و اونقدر نمیتونید وقت بذارید، یا سیستمتون قوی نیست که بخواید وقت بذارید و رندر به این بزرگی رو بگیرید، تو ایمیج سایز میتونید برید و مثلا دقت بکنید معلوم رزولوشن رو که کم یا زیاد بکنم، چون تیک روی سامپل نخورده، فقط داره ابعاد چاپ من تغییر میکنه. میتونم 150 بکنم، یعنی موقع چاپ 60 سانت در 30 سانت میشه. من اوکی میکنم. بنابراین من الان سایز دو برابر رو دارم ولی کیفیت نصف. این دیگه دست خودتونه که به چه صورت بذارید. بنابراین اول سایز شیت رو مشخص کنید، محل قرارگیری تصاویری که میخواهید بذارید رو مشخص بکنید توسط گاید ها. ابعاد اندازه‌هاتون که معلوم شد، بیایید بر اساس اون سایز، اون اندازه روی پلات، بیایید سایز رندر رو مشخص کنید. سعی کنید با فرمت مثلا تیف و 300 دی پی آی رندر رو بگیرید و حتما مود کارتون هم سی ام واکی باشه، چون رنگ هایی که شما توی سی ام واکی موقع چاپ میبینید با رنگ هایی که توی مود آر جی بی میبینید متفاوته. اون نور و رنگی که توی مانیتورها ما می‌بینیم فرق کنه با اون نور و رنگی که موقع چاپ می‌بینیم. برای اینکه حالت چاپ رو دقیقا ما ببینیم داخل مانیتور، حتما باید مود سی ام واکی باشه و حتما هم که 300 برای رزولوشن.